آمدن لله حمد الشاکرین. بعد از حمد و ثنای حضرت رب العالمین، درود و صلوات بر روح پرفتوح سید عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. بیننده های محترم تلویزیون ملی افغانستان، شایقین قرآن، روزداران متدین، باز هم وقت نشر سلسلوار برنامه زیبای حسن تلاوت قرآن کریم فرا رسید. بیاین که با هم یک جا باز هم جریان مسابقه حسن تلاوت قرآن کریم را با هم یک جا ببینیم و بشنویم. و در برنامه امشب اولین قاری سر که میخوان بخیر قرائت بکنن، تلاوت بکنن، ما روی استیج اونا را دعوت میکنم. جناب قاری سر عنایت الله. عنایت الله د عبدالخلیل زوی د مرکزی زون ل کابل ولایت څخه. قاری سر عنایت الله تلاوت میفرماین از ابتدای سوره مبارکه فرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا ولا حياة ولا
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. جرب استاذ باريس بن عبد الله تلاوات بسار زيباد اشتان. از نگاه تجوید البته کدام ملاحظه مهمه نداریم. جزاک الله. جناب استاد فلا. قاری صاحب محترم، جناب عنایت الله صاحب، همه شاهد بودن که تلاوت بسیار نرم و آرام و بدون تکلف داشتین. جزاک الله خیرا، بسیار لذت بردیم. لذا خدمت شما عرض کنیم تکرار بود، بعضی قسمت‌ها رو شما رست مقام رست تکرار کردین، جوابش اصلا نخواندین، سیگار شروع کردین، یک اشاره به جواب سیگار، او هم بسیار تکراری شد، به جای از او جوابش هم میخواندین به جوابش و یعنی در به جای تکرار فرازهای از نغمات، بعضی نغمات شما میتونستین که چی کنین؟ یک نغمه دیگر رو بخونین که نمره تان امتیازتان بالا بره، مثلا نهاوند میخوندین، حجاز میخوندین، این چیزا رو در نظر. خب بحث خیلی زیاد از فنیه، نمیخوایم زیاد وقت شما بزرگوارا رو بگیریم. انشاءالله موفق باشین، صدای شما و استعداد شما فوق العاده عالی است که انشاءالله خوب استفاده کنیم. موفق باشین. بخیر سلامت باشین جناب قرسی. من قط نظریه چیزی ندارن، از شما تشکر. جناب قاری صاحب عبدالحکیم، عبدالحکیم د عبدالمجید زوی د مرکزی زون له کابل ولایت څخه. قاری صاحب محترم عبدالحکیم د حدید مبارک سورت 15 آیت 514 صفحه لقد ارسلنا رسولنا بالبينات ان شاء الله تلاوت کی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع
وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم جنو استاد فلا بله قاری صاحب محترم عبدالحکیم صدای بسیار خوب تلاوت زیبا رو شنیدیم از شما الحمدلله بازم امو تکرار نکاتی که قبلا خدمت شد دوستان دیگه عرض کردیم یک مقدار از لحاظ درجات صوتی و همچنین از لحاظ بخش های از نغمات و فروعات مقامات تکرار میشه یعنی ناقص میشه تکرار میشه مثلا به جای تکرار اگر شما یک تنوع دیگه ایجاد کنین یک مقام یک لحن دیگر یا یک مقام دیگر رو بخونین نمره تان بالا میره به هر صورت خوب بود یعنی معلوم میشه که شما کار کردین تمرین کردین لحن عربی را تقلید کردین منتها یک مقدار طور بی نظم است یعنی از پیشتان میره طور مشخص نیست که انتقالات شما انتقالات درست نیست انتقال از یک نغمه به نغمه دیگر مقام به مقام دیگر نظر به معنا نظر به وقف ابتدا اینا کلش با هم دیگر قبلا گفتیم ارتباط داره یه طور نیست که یک قاری آزاد باشه که دلش خواست هر مقام و هر نغمه و اینا را بخونه مسئله رعایت معنا تناسب معنا بسیار نقش داره در اینجا شما هر چی که با ترجمه با تفسیر قرآن و معانی قرآن آشنایی بیشتر داشته باشین در استفاده از الحان و اصوات هم بسیار موفق تر نسبت به یک آدم هستین که اصلا اون سواد نداره یا ترجمه و مفاهیم نمیفهمه تفسیر بلد نیست بنابراین بیشتر کار کنین انشاءالله که همین نواقصی که عرض کردم بسیار خلاصه اینا برطرف شد در غیر از او بسیار صدای خوب دارین صدای آماده دارین انشاءالله موفق باشین جناب استاد بفرمایید جزاک الله قاری صاحب عبدالحکیم البته قسمت تجوید کدوم موارد خاصی مشکل نداشتن خدا خیرشان بده قاری صاحب من قد توسف سلامت فوسی قاری صاحب عبدالحکیم ماشاءالله تلاوت لیر خوله و که خوب در وقت نمخ که متلاوت اختیاری پر یعنی تقریبا یوانی مده قطع سمخ که تلاوت پخپل اختیار باندې په خوړې د نشتاسو اشاره وشي تلاوت مقطع کړم چې تاسو 15 دقیقې وخت درکړ شوې پم دې چې تاسو مهارت تاسو په ټولو بخښونو کې معلوم شي په هر تقدیر درې سلور اعاده تاسو درلوده ماشاءالله ډیر ښه یعنی د اعاده مناسب به معنا سره یا لفظ باقی او معنا درې واړه سلو ځای بخي مناسب او ډیر ښه کسر نمرې دونه نه لري صرف تلاوت د مخ کې د وخت نه کېدای شي ځکه وروسته نه اتم دې تلانی او دوه درې عادي پکې وو
کیدای شي چې وزه برابر شوی چې ممکن یاده پکې خراب شوی په هر تقدیر فعلا مشکلات خاص نه لري څنګه چې استادانو توصیه وکړو کوشش کې په توصیه باندې عمل وکوي سر کې توصیه تاسو زما ده لکه جناب فقیری صاحب اشاره ورته وکول ګمان کوم چې تجوید بعضی مشکلات پکې لیدل کېده هغه په نظر کې ونیسي ماشاءالله سلامت اوسئ سلامت باشین جناب قرسی جناب قرسی عبدالرزاق عبدالرزاق د عبدالملک زوی د شمال زون له بلخ ولایت څخه قرآن شب عبدالرزاق تلاوت می فرمان از آیه 30 سوره محمد صلی الله علیه وسلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله
ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم صدق الله العظيم. قسم من قطص تلاوت ما شاء الله كل تلاوت ان شاء الله دوستان بالخصوص جناب فلاح صاحب دي تاسو توسيه ولا ريز فکر کوم اي تخصص په شکل کې زه کې نو ما شاء الله ته وقف کدانه تاسو ډیر کم مشکلات او د خاص مشکلات سلامات جناب استاد فلاح عبد الرزاق تلاوت آرام و متین و سنگین داشتین خوب بود گرفتگی در صدا ایجاد شد شدید صدای شما گرفته بود که نتانستین اوج کنید ارتفاع پیدا بکنه صدای شما اما گپایی را که با قاری صاحبای قبلی عرض کردیم در قسمت شما هم صدق میکنه انشاءالله بدون شک دارای استعداد بسیار خوب هستین صدای خوب و معلوم است کار کردین نغمات اینا را مقامات هم تا یک حد زیادی بلدین ولی اینکه در کجا چه قسمی با کار ببرین و در کجا کدام بخش استفاده بکنین یک مقدار مشکل است خود مسابقه استرس ایجاد میکنه یک کم مشکل ایجاد میکنه نظر روحی روانی انشاءالله با تمرینات بیشتر و تقلید بیشتر و همچنین تلاوت های شنیدن تلاوت های اون استادی که شما ازش تقلید میکنین همین مشکلات برطرف خواهد شد ظرف مدت کوتاه انشاءالله بسیار عالی موفق باشه سپاس فراوان از جمع قاری صاحبای بزرگواری که در تالار حضور دارن و با حوصله مندی جریان مسابقه را تعقیب میکنن و با ابراز امتنان از داور صاحبای بزرگوار که همینطور مو به مو قرائت قاری صاحبا را تعقیب میکنن و حتما نمراتشان را کما حق برشان میتن و تشکر میکنم از بیننده های عزیز تلویزیون ملی افغانستان که تا هنوز با ما هستن دوستان عزیز بیننده های محترم آخر روز است و نزدیک افطار هستیم برای تمام هموطنان عزیز خود افطار خوش آرزو میکنم